فصل چهارم. بنابراین ای برادران عزیز، مشتاق دیدار شما هستم. شما مایه شادی و افتخار من هستید. ای عزیزان، همچنان در اتحاد خود با خداوند استوار باشید. از افودیه و سینتخی خواهران خود در خداوند استدعا دارم که با یکدیگر صلح و سازش کنند. و از توی همکار صمیمی تقاضا می‌کنم که این دو زن را کمک کنی، زیرا آنها با کلیمانتوس و سایر همکاران من که در انتشار انجیل تلاش کردند، نامشان در دفتر حیات ثبت شده است. پیوسته در خداوند شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. مهربانی و ملایمت شما در رفتارتان با دیگران آشکار باشد. آمدن خداوند نزدیک است. از هیچ چیز نگران نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید. و آرامش الهی که مافوق فهم بشر است، دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. در خاتمه ای برادران، درباره هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیکنام و هرچه عالی و قابل ستایش است بیاندیشید. تمام چیزهایی را که از من آموختید و به دست آوردید، یعنی آنچه را از من شنیدید، سرمشق خود ساخته به عمل آورید، که در این صورت خدایی که منبع آرامش است با شما خواهد بود. حالا که پس از مدتی از نو مورد توجه قرار گرفتم، شادی عظیمی در خداوند یافتم. البته شما همیشه نسبت به من علاقه و توجه داشته اید، اما فرصت ابراز آن را نیافته اید. من به احتیاجات شخصی خود اشاره نمی کنم، زیرا یاد گرفتم در هر وضعی که باشم قناعت کنم. من می دانم چگونه در فقر و بیچارگی و یا در سعادتمندی زندگی کنم. به رمز زیستن در سیری و گرسنگی، در فراوانی و نیازمندی پی بردم. من به وسیله مسیح که مرا تقویت می کند به انجام هر کاری قادر هستم. اما شما لطف کرده شریک زحمات من شدید. خود شما ای فلیپیان خوب می دانید که در ابتدای انتشار انجیل، وقتی من مقدونیه را ترک کردم، شما تنها کلیسایی بودید که در قبول مسئولیت دخل و خرج من با من همکاری کردید. حتی زمانی که در تسالونیکی بودم، یکی دو مرتبه مبلغی برای رفع احتیاجات من فرستادید. من طالب پول شما نیستم، بلکه میخواهم به پاداش نیکوکاری شما افزوده شود. اعانه شما به دستم رسید و نه تنها کافی، بلکه بیشتر از احتیاجاتم بود. هدیه ای را که توسط اپف رودیتوس فرستادید، احتیاج مرا رفع کرده است. عطایای شما هدیه خوشبو، یعنی قربانی مقبول و پسندیده خداست. و خدای من همه احتیاجات شما را با ثروت عظیم خود در مسیح عیسی رفع خواهد کرد. پدر ما خدا را تا به ابد جلال باد. آمین. به همه مقدسینی که به مسیح عیسی تعلق دارند سلام برسانید. برادرانی که با من هستند به شما سلام میرسانند. همه مقدسین در اینجا و مخصوصاً ایماندارانی که در دربار قیصر هستند به شما سلام میرسانند. فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد. نامه پولس رسول به کلیسای شهر کلوسیه.